در بخش درمان قرار داریم. باز هم خوش آمدین. تشکر از همکار خیلی خوبم کرشمه جان و مهمانشان. در این بخش هم با جناب پروفسور دکتر عبدالقاهر قادری هستیم، پروفسور امراض جوف دهن و دندان ها. موضوعی که انتخاب کرده عوارض دندان های نامنظم، هیچ قدر میتونه عوارض داشته باشه و چطور بتانیم راه های حل برش داشته باشیم و بتانیم دندان های نامنظم را منظم بسازیم و یک لبخند زیبا داشته باشیم. بیشتر صحبت ها را با دکتر صاحب می داشته باشیم، اما قبل از اینکه صحبت های ما را آغاز کنیم با دکتر صاحب، بسته معلوماتی آماده نشر است، میرم با هم یک دو تماشا میکنیم. عوارض دندان های نامنظم. نامرتبی به هم ریختگی و بی‌نظمی دندان ها یکی از مشکلات شایع دندان ها است که می توان منجر به وقوع بیماری های شدید دهان و دندان شود. وقتی به نامرتبی دندان ها مبتلا هستید و دندان های نامرتب یا آسیب دیده دارید و یا شکل و اندازه آنها ناهماهنگ و نامتناسب باشد، نمی توانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. مسلماً هیچ یکی از این مشکلات برای فک و دهان شما خوب نخواهد بود. اگر فک و دندان شما صاف و ردیف نباشد، ممکن است به درد فک و حتی سردردی های شدید دچار شوید. این مشکل معمولاً به علت زبان زدن به پشت دندان ها یا عادت به مکیدن شست در دوران کودکی ایجاد می شود. صاف و مرتب کردن دندان ها در عمل، فواید بسیار زیاده نیز برای تندرستی و سلامت عمومی شما خواهد داشت. هنگامی که شما به خاطر بی‌نظمی و نامرتبی دندان‌ها دچار بیماری‌های بیره می‌شوید، در واقع خطر بروز بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، عفونت ریه‌ها و دیابت نیز در شما بالاتر می‌رود. بی‌نظمی دندان‌ها همچنین می‌تواند باعث ایجاد مشکلات گفتاری و مشکل در جویدن غذا، بیماری های فک و ساییدگی شدید، سطح خارجی مینای دندان ها شود. بسته معلوماتی را در مورد عوارض دندان های نامنظم با هم یک جو تماشا کردیم و دکتر صاحب خوش آمدین در برنامه. صبحتان بخیر. مشکورم از شما. برام خداوند شعر و غزل، خداوند عشق و خداوند عز و جل صبح سبیه شما و همه دوستان فریخته بخیر. امیدوارم صبح را با صفا و صمیمیت و سرور آغاز کرده باشم. سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب. موضوعی که انتخاب کردیم عوارض دندان های نامنظم هست. بیایم در مورد انواع دندان های نامنظم بیشتر از شما بدانیم. سوال بسیار خوب. اگر ما یک نگاه تخصصی و ژرف و اکادمیک در این قسمت بکنیم، بدون شک که همان قدر که سلامت و صحتمندی دهن و دندان مهم است، بدون شک که منظم بودن و سفید بودن و مرتب بودن دندان هم از اهمیت ویژه برخوردار است. گاه گاه متاسفانه می شود که یک سلسله دندان های ما دچار نامنظمی میشه که در کل ما این نامنظمی را دستبندی که حالا ما در طب جدید کرده، من میخوام سنفندی آقای انگل دانشمند معروف استوماتولوژی جهان را یادآور شوم، بارسترین فاکتورهایی که یا بارسترین همون انواع نامنظمی دندانی، یکی همون کراودنگ یا نامنظمی معمولی هست که گاه گاه دندان های پیش ما یا گاه گاه یک طرفی از دندان ها که ما نامنظمی یک طرفه میگیم، یا گاه دندان های عقب ما که یا دندان های آسیاب ما که ما در این قسمت ایره نامنظمی عقب دندانی میگیم، یا گاه گاه همه دندان ها دچار یک نامنظمی میشه. نامنظمی دوم ما اسپیسینگ یا دندان های فاصله دار است که گاه گاه دندان های پیش ما دچار فواصل میشه. اگر یک فاصله در بین دندان های پیش وجود داشته باشه، این را به نام دیاستما یاد میکنیم، و اما اگر این فواصل در چندین دندان های پیش ما باشه، این را به نام دیاستما یاد میکنیم. گاه گاه انواع دیگر هم دیده میشه. مثلا ما وقت زمانی که دهان خود را بسته میکنیم، دندان های فوک بالای ما بیش از حد دندان های فوک پایین را میپوشد، یعنی دندان های در وقت بستن دهان دندان های پایین ما معلوم نمیشه، که حالت ما به نام دیبایت یاد میکنیم یا گزش به اصطلاح عمیق یا چقر یاد میکنیم. و همینطور گاه گاه دهان خود را که بسته میکنیم، دندانه های پیش ما با هم تماس پیدا نمی کنه، که این را به نام
اوپن بایت یاد میکنیم، یا گاگای میشه که دندان ها اصلا روی هم به گونه فیزیولوژیک و درست خودش قرار نمیگیره و به گونه کچ روی هم قرار بگیره که برام ما سلی بایت یا همون این حالت ما برام کراس بایت هم یاد میکنیم. انواع دیگر هم داره، گاگای ما میبینیم که دندان های پیش بیش از حد میبرایه، یا ای که فک پایین ما یک مقدار میبرایه، یا دندان های فک پایین ما به طرف زبان میلان پیدا کرد، یعنی دندان ها گاگای رتروس شده یا پراتروس شده یا پراگینی شده یا بی پراگینی شده. این حالت ها متاسفانه گاگای در خطه دهان و دندان ما دیده میشه. پس چی خوب است؟ معمولی ترین تا پیچیده ترین قضایای انحراف دندانی رو ما باید جدی بگیریم که نه تنها همین انحراف دندانی منجر به امراض دهان و دندان در آینده شده میتونه، بلکه میتونه یک سلسله امراض روانی و حتی امراض سیستمیک رو در کل به وجود بیاره. بله. و دکتر صاحب، چه عوامل و فاکتورهای سبب میشه که دندان های ما نامنظم باشن؟ سوال بسیار خوب. ببینید شما، عوامل و فاکتورهای وافر میتواند اینجا تاثیرگذار باشه که ما در کل این فاکتورها این برمیگردد پیش از تولد، یعنی در زمان حاملداری، زمانی که مادرها آبستن هستند و حامل دارن، حامل حمل هستند، در اگر در اون زمان یک سلسله کمبود ویتامین ها در وجود مادر باشه، یا اینکه تغذیه درست نشه، خواب درست نداشته، فعالیت های جسمانی یعنی ورزش درست نکنن، یا اینکه یک سلسله منرال ها کلسیم، منگنزیم، پتاسیم، زنگ در بدنشان کم باشه، یا بالاخره کم خونی ها داشته باشه، کم بود اکسیژن داشته باشن، الکاگلیزم باشه، معتاد به الکل و یا سایر مدات و مشروبات الکلی و دخانیات باشن، و یا سایر فاکتورهایی که در زمان حاملداری اتفاق میافتند، یک سری فاکتورهای روانی، یک سری فاکتورهای دیگر سیستمی که اینا میتواند کودکی که تولد میشود با یک سری آرزای دهان و دندانی تولد میشه، چون انکشاف دندان در 4 ماهگی حاملداری آغاز میشه در بطن مادر، و همینطور یک سری فاکتورهای پس از تولد هست که معمولا در پس از تولد اگر مادرها اصولهای درست شیردهی را به اطفالشان ندانن، یعنی هم کودک را با شیر خودشان درست تغذیه نکنن و پوزیشن‌های شیردهی را درست ندانن، و همینطور یک سلسله عادت‌های زیان‌آور یا بد دهانی اگر اطفال ما داشته باشه، از قبیل زی که مثلا پیوسته لبه‌هایشان بمکن یا در بین دندان‌هاشون قرار بده، یا اینکه انگشتانشان پیوسته بچوشن و بمکن، یا اینکه کومه‌هایشان زبانشان را، و همینطور یا یک سلسله ابزار بازی خودشان، حتی مثل مثلا همون گودی هایشانه، یا حتی گاگای همون لباسشانه که آستینشانه میتواند که پیوسته در دهنشان میگیره، که اینا میتواند یک سلسله عوارض دندانی و انحرافات دندانی و دهانی را حتی به وجود بره. یک سلسله فاکتورهای دیگه هم هست، مثلا تنفس دهانی، اگر اطفال متفاوت تنفس دهانی داشته باشه، یا این که یک طرف غذا را بجوه، بدون شک جویدن یک طرفه غذا هم نقش بارز خودش در مشکلات دهان دندانی من جمله انحراف دندانی داره. از طرف دیگر اگر فضای کافی برای رویش دندان ها برای همه دندان ها وجود نداشته باشه، یعنی گاگای میتونه خصوصا دندان عقل اگر فضای کافی برش وجود نداشته باشه، مشکل که دندان ها دچار یک کراودینگ یا فشار دندانی و بالاخره نامنظمی دندانی میشه، و همینطور اگر استخوان یا کمان دندانی درست انکشاف نکرده باشه، استخوان های علاشا درست انکشاف نکرده باشه، بدون شک ما میتونیم یک دندان‌های نامنظم را در روی اطفال خود دیدیم، و همینطور گاه گاه اگر مهار لبه‌ها کوتاه باشند، یا ای که مهار زبان ما کوتاه باشد، بدون شک دندان‌ها دچار فاصله و دچار کراودینگ، اگر مهار زبان کوتاه باشد دندان‌ها دچار یک رتروز یا دندان‌ها به طرف دهان و زبان میلان پیدا می‌کنند. همینطور تعویض شدن دندان‌های شیری به اصطلاح دائمی، اگر همین فرآیند یک مقدار دچار اختلالات شود، بدون شک دندان‌های دائمی فرد میتونه یک مقدار نامنظم باشه. اگر ما دندان‌های شیری قبل از وقت خودش بکشیم، نظر به هر عاملی که باشد، یا ای که دیر بمانیم همین دندان‌های شیری را، دندان‌های شیری از این جهت خیلی های زحمت است. پس اگر ما بخوایم که اطفال ما در بزرگسالی دندان‌های منظم، مرتب و سالمی داشته باشه، پس چه خوب است که متوجه دندان‌های شیریشان باشیم، چون دندان‌های شیری از دندان‌های دائمی کرده مهمتر است، به خاطر از اینکه سلامت و صحتمندی دندان‌های دائمی و سلامت جوف دهن ما و همینطور سلامت و صحتمندی و استخوان‌های صورت ما همش برمیگرده به دندان‌های شیری. پس چه خوب است که ما دندان‌های شیری اطفال خود را مواظبت بکنیم، تا اینکه در بزرگسالی یک دهان و دندان سالم و دندان‌های مرتبی در کل داشته باشند. بله، نکات خیلی خوب را اشاره کردین دکتر صاحب. اگر ما یک فرد را در نظر بگیریم که دندان‌های ناسالم داره، اما توجه بیشتر
قسمت دندانهایشان ندارند و بیشتر توجه صورت نمیگیره، این چقدر میتونه دندانهای ناسالم عوارض در قبال خود داشته باشه؟ ببینید شما دندانهای انحرافی که به اصطلاح اگر ما داشته باشیم یا در کل جوف دهانه که دندانهایش دچار کسالت باشه، میتواند دندانهای نامنظم خیلی مشکلات دهانی، دندانی، مشکلات صورتی و مشکلات سیستمیک و حتی روانی را در فرد ایجاد بکنه. ببینید دندانهایی که نامنظم باشن، اولا درست شستشو نمیشه به خاطر اینکه دندانها نامنظم است و مژهای برس در لابلایمون دندانها قرار نمیگیرن، از طرف دیگر زمینه برای منگ و رسوب منگ و تراکم منگ ایجاد میشه. زمانی که در دندانها منگ ایجاد شد، بدون شک بوی نامد بو از دهان استشمام میشه و همینطور منگ دندانها رو تضعیف میکنه. بافت پارادانت یعنی بیراهای ما رو یک مقدار دچار کسالت میکنه، بیراها رو مدرد میکنن، ملتهب میکنن، خونشار میکنن و بالاخره بیراها گاه گاهی میشه دچار اتروفی یا تحلیل بیره شود. از طرف دیگر دندانها رو تضعیف میکنه و مانع غذادهی خود همین دندان ها میشه و بالاخره دندان ها دچار پوسیدگی ها میشه، دچار کریس های دندانی میشه و بالاخره دندان های افراد که نامنظم هستن، تحقیقاتی که ما کردیم 3 تا 4 مراتبه دندان ها زودتر از بین میره. پس چه خوب است که ما هم دندان های نامنظم را تصحیح بکنیم. از طرف دیگر نه تنها عوارضش بر جوف دهان، بر دندان ها میباشه، بلکه خشکی رو در لب ها ایجاد میکنه، پیوسته پوسیدگی لب ها ایجاد میشه و همینطور در کنار التهاب لب ها به وجود میاد، اس ذائقه ما کم میشه، همو ما یک عمل جویدن درست غذا را نمی داشته باشیم و بالاخره همون کیفیت جویدن ما بر هم میخوره و از طرف دیگر بلعیدن ما دچار مشکلات میشه. یک سلسله امراض را برای جوف دهان یعنی سوزش ها را در خطه دهان فک صورت ما در جوف دهان ما دیده میشه و پیوسته دهان ما همون غشای مخاطیش دچار التهاب میشه، یعنی استوماتیت ها به وجود میاد و همینطور گاه گاه دهان ما دچار خشکی میشه و از طرف دیگر ببینید شما همون عضوایی که در مجاورت دهان از قبیل گلو و مری قرار اینا متاثر میشه و بالاخره همین باکتری هایی که در بافت پارادان و در منگ دندان و در دندان‌های انحرافی وجود داره بر سیستم هضمی ما به شکل ترانسفر نفوذ پیدا میکنه و راه پیدا میکنه و بالاخره امروز در معده ما، همطور در سیستم ایمنی ما، در جگر ما، در گرده های ما، در سیستم تنفس ما و در سیستم قلبی ما به وجود میاره. پس به اون نقطه میرسیم که به دندان های انحرافی مشکلات به دهانی، دندانی و مشکلات جمجموی سیستمی و روانی ایجاد میکنه. از طرف دیگر ما میدونیم که افرادی که دندان های نامنظم داشت، دندان های نامرتب داشت و یک دندان های انحرافی، بدون شک که همون زیبایی لبخند ما را از ما میگیره، زیبایی چهره ما را به اصطلاح بر هم میزنه و بالاخره همون اعتماد به نفس را از ما میگیره و ما در یک انزوا و انحصار اجتماعی قرار میگیریم و بالاخره اعتماد به نفس که نداشتیم، بدون شک ما در همون امور کاری و شغلی خود فائق‌تر و کامیاب‌تر نمیباشیم. پس چه خوب است که ما راه‌های تداوی را بداریم و امروز آغاز بکنیم. اگر افرادی که دندان‌های نامنظم دارن این مسئله را خیلی ها جدی بگیرن و در تصحیح از دندان‌ها کوشا باشن. بسیار خوب، سلامت باشین، سپاس از حضورتون دکتر صاحب، بحث خیلی خوبی داشتید. شاد بمانید. بله دوستای عزیز، اگر میشه میخواین لبخند زیبا داشته باشین، پس در قسمت منظم بودن دندان‌هایتان توجه بیشتر داشته باشین. این بود برنامه امروز ما که تقدیمتان کردیم. تا دیدار بعد، الله نگهدارتان.